تو آموزش های قبلی اومدم بهتون یاد دادم که چطوری از طریق سرور یا روتر که خودمون با پنل اکسی خودمون از طریق یک کانفیگ وایرگارد ارتباط برقرار کنیم حالا یا بیایم تانل ریورس بزنیم مثل این آموزش یا اینکه بیایم مثلا یک کانفیگ داخل همین پنل قرار بدیم و از طریق اون کانفیگ با اینترنت آزاد ارتباط برقرار کنیم امروز میخوایم روی پنل SCI این کار رو انجام بدیم دو تا ورژن مختلف پنل SCI رو من نصب کردم که جفت مدلش رو بهتون بگم چون تو ورژن استیبل که در حال حاضر داریم استفاده میکنیم یه مقدار متفاوت هست این کار و تو ورژن جدید علیرضا زحمت کشیده واقعا ممنونیم از زحمات آقای علی زحمتی عزیز که خواسته های ما رو اجابت کردیم و وایلگارد رو آنجوری که ما خواستیم آماده کردید اگر که از این سبک ویدیوها خوشتون میاد لطفا تو کانال رو ما سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو نگاه کنید خب بریم برای آموزش خودمون خب یه سرور میکروتیک داریم که من دو تا پنل روش نصب کردم یکی ورژن 1.3 یک RC2 که ورژن تست هست و ورژن 1.2.2 دو دو آخرین ورژن استیبلیس که در حاضر تقریبا میشه که همگی داریم استفاده میکنیم خب کار اولمون رو از همین ورژن 1.2 که ورژنی که حالا ورژن قبل تر هست به اصطلاح شروع میکنیم پنل رو من نصب کردم پورتش رو هم نصب کردم قبلا آموزشش رو دادم بهتون که تو چطوری بیاید این پنل رو توی این آموزش اینجا من لینکش رو این بالا سمت راست قرار میدم بالا براتون که بزنید رو لینکش و بیاید ببینید که اصلا اگر که اولین بار اولین بار هست که این ویدیو رو از کانال ما ببینید ببینید, ببینید که پنل اس اصلا چطوری و از طریق دی ایمیج داکر مستقیم داخل میکروتیک نصبش کنیم من به دنبال این هم هستم که کاری کنم که دوستانی که روترهایی با توان پایین تر دارن این رو بگم حتما روتر باید آرم باشه بچه ها که بچه که روتر با توان پایین تر هم دارن بتونن از کانفیک های ایکس ری یا سینگ باکس استفاده بتونن بکنن یه خود زمان میبره ولی خب این کار رو انجام میدم چون به دردمون میخوره خب بریم کار خودمون رو شروع کنیم همونجوری که گفتم دو تا پنل رو نصب کردم و اومدم نصب کردم ما از پنل قدیمی شروع میکنیم پنل من وارد پنل شدم میایم به قسمت اند پوینت خودمون اد رو میزنیم قبلا آموزش دادم من خب کامل باز هم میریم دیگه اما خب این رو نگفته بودم تا حالا همین رو سیو میکنیم حالا اینجا من ترجیح به شما میگم که بچه ها اسم ها رو جوری بزنید که متوجه بشید الان وقتی میریم تو منوی روت متوجه میشید که این اسم خیلی ضروریه که ببینید اصلا اسم ها گذاشتن اسم ها برای ما خیلی آهاز اهمیت هست موقعی که مخصوصا کانفیک شما بالا باشه اسم ها اهمیت پیدا میکنه خب همین رو سیف میکنیم چیزی که هست اینجا میبینید که ما اصلا QR کد نداریم خب چجوری این رو کپی کنیم یا موقعی که ما ادیت رو میزنیم اینجا میبینیم که آقا ما هیچ پرایوت کی نداریم بخوایم بیاریم بذاریم به اصطلاح داخل اینترفیس وایرگارد خودمون بس اینترفیسمون رو چجوری درست کنیم ببینید کاری که میکنید میایید تو میکروتی که خودتون به منوی وایرگارد یه اد میزنید از میخوام من یه اسم براش بذارم سی آی و همین رو اپلای میکنم که اینترفیس رو بسازه حالا میگه اسم موجوده مثلا چیزی ندارم که خب خب یه اینترفیس من ساختم و و چیکار کنم موارد رشی رو داخل پنل جایگذاری کنم تو ایکس ای اینجوری بود که ما میرفتیم اون کیو آر رو میگرفتیم و از طریق اون اطلاعاتی که بهمون به داده میشد میومدیم داخل میکروتیک خودمون و موارد رو وارد میکردیم حالا باید بلعکس یعنی بلعکس این کار رو بکنیم اینجا این پابلیکی رو چون من بزرگش کنم یه خورده این پابلیکی رو اینجا کپی میکنید کپی میکنید میایید تو وایرگارد پنل خودتون تو این قسمت تو قسمت پیر هرچی اینجا هست رو یه کار کنترل ای میگیرید و پاکش میکنید این پابلیکی رو از اینجا کپی کردیم اینجا قرار میدیم چیز دیگه پورت هست پورت به همین صورت کپی میکنیم اینجا قرار میدیم پورت رو خب ما این رو اوکی میکنیم حواستون باشه اینو نبندید ما این اینو رو روش بدنیم بسته نشه خب میریم به پیر یه اد میزنیم اینجا اینترفیس رو انتخاب کنیم. الان ما یه اینترفیس بیشتر نداریم ولی به هر صورت قسمت پرایوت کی رو باز میکنیم و روی آتو قرار میدیم اند پوینت رو وارد کنیم ما میخوایم به آی پی 172.17.08 اتصال خودمون رو برقرار کنیم پورتمون که 13231 بود البته آدرس هم که 4 تا -0, 0 هست قبلا بهتون گفتم این رو اپلای میکنم اینجا برای ما یه پیر سازه قسمت پرایویت کیش رو کپی کنم خب میام اینجا تو قسمت پرایوت کی وارد میکنم به جای این پرایوت کیه این پایین این علامت فلش به سمت راست رو میزنم تا بره خودش پابلیکی رو بسازه نگاه کنید اینجا ببینید بچه ها این پابلیکی ما هستش دیگه آخرش رو میبینید اینجا و اینجا خب حالا این رو سیو میکنم اینجا رو هم اوکی میکنم یه بار دیگه بازش میکنم الان ببینید که ارتباطمون برقرار شد الان ارتباط وایرگارد ما با پنل SCI2 ورژن یک ممیز دو ممیز دو که آخرین ورژن استیبل هست برقرار رو اینجا میبینید که آنلاین شد و حالا میتونیم بیم چیکار کنیم اینجا بریم یه کامپیک درست کنیم خب اینجا دارم هستن من یه ساختم قبلش کامپیک بچه ها فرض کنید اینجا سرور خارجمونه یه کامپیک داریم روی کیار کودش میزنید قسمت لینک وارد میشید اینجا تو سابسکریش نه. تو قسمت لینک وارد میشید کامپیکی دارید روی کیار کد میزنید کپی میشه میایید تو سرور ایران خودتون میرید تو قسمت آوت اد رو میزنید اینجا تو قسمت اکسترالینک وارد میشید قبلا بهتون رو دادم اون لینکی که از سرور خارج کپی کردیم رو اینجا میایم وارد میکنیم ساب میت رو میزنیم و سیو میکنیم بعد میریم به قسمت رول اول میایم روی رول اسنیف اضافه میکنیم اسنیف رو میذاریم قانون اول بعد یه اد دیگه میزنیم اینجا توی رول آپشن میاییم میگیم مثلا این بانده مثلا که حالا حالا من عادت کردم به این, کلمه مثلا اینجا میاییم اینجا این باند رو انتخاب میکنیم میگیم آقا این باندی داریم وایرگارد یک ارتباطی داره با میکروتیک ما میخوایم هر کس به این وایرگارد و شد بیاد خروجیش بره به سمت اون کانفیگ هیستری هایی که تو آت باند رو داشتیم و سیو رو میزنید یه چی هم چیز اینجا اضافه میشه حالا این اسنیفه اینجا پاک شد محیط چون آموزشی من الان دیگه حال سنه ندارم برم درستش کنم بازم این پاک شد <تصفح> مشکل داره این پنل من بعد دوباره نصبش کنم حالا به هر صورت چون داخلی هستش و ترافیکتون رو منتقل میکنید حالا میریم تو پنل جدید من اینجا این رو بیام بیرون بس ارتباط وایرگاردمون میبینید برقرار قبلا بهتون آمدم آموزشش رو دادم بچه ها اینجا گفتم که چطوری بیایید مولتی لوکیشنش کنید قوانین مسیریابی و ست کردن دی مختلفشم مختلفش هم بهتون یاد دادم حتی با فکر میکنم یه جلسه هم از برداشته های کوین فکر میکنم من داشتم اینجا استفاده کردم کوین که از اون هم خیلی واقعا تشکر بکنم خیلی پیگیر هست در بحث قوانین سی آی و خیلی رو اون ابتکار عملش رو کوین به علیرضا رسونده و علیرضا هم که واقعا دیگه همیشه تمومه و اینها رو تخیلات ذهنی ما رو علیرضا احمدی عزیز پیاده سازی میکنه خب میگم تو این قسمت خارج این این پنلی که به میخوام پنل جدیدمون آخرین ورژن پنل هست ببینید چون هنوز هسته هسته حسی خود سینگ باکس به آخرین ورژن آپدیت نشده ورژن جدید فعلا ریلیز نهایی نمیشه و موقعی ریلیز نهایی میشه که هسته سینگ باکس هم آپدیت بگیره طبق قول خود خودشون مثل که تو همین هفته یا هفته آینده که الان اوایل مرداد ما هستیم فکر کنم خاطر نیس دهم چندم امروز امروز ببینیم چندم هستش امروز پنج شنبه نوه مرداد هستش گفتن که حالا تو هفته پیش رو یا اون یک هفته لیس خواهند کرد خب الان تو ورژن جدید هستیم ورژن یک بام ه میمیری که امکانات زیادی دینس جدا شده و اینها رو میریم توی یک آموزش جداگانه مباحثش زیاد هست میایم اونجا بهش حتما میپردازیم و کانفیگ های مختلفش رو هم میریم با هم دیگه کار میکنیم میایم تو قسمت مجدد end پوینت اد رو میزنیم یه دونه وایر حالا فرقش با ورژن قدیمی چیه اینجا باید بیاید پیر رو خودتون بسازید دانید یه پیر اضافه میکنه اینجا روی این علامت اضافه کردن یا حالا به علاوه میزنید و پیر رو براتون میسازه چیزی که کاملا اینجا مشهوده چیه ما پرایوت کی رو اینجا داریم و این رو موقعی که سیو کنیم میبینیم که چه خوب اینجا کیار کدم داریم که علیرضا زحمت کشیده واقعا ممنونم ازت دست درد نکنه که این خواسته های ما رو اجابت میکنیم خب ما به این صورت راحتیم روی این کیار کد یه دنی کلیک میکنیم اطلاعاتی که میخوایم کپی میشه من یه فایل متن این اینو باز میکنم این همون اطلاعات مورد نیاز ما برای ارتباط ما از طریق سرور یا روتر میکروتیک با پنل اس آی خودمون است خب خیلی سریع میایم اینجا دوباره یه اینترفیس وایرگارد میزنیم بسازه ببینم پورت قبلی چی بود بود که من پورتش رو عوض کنم اشتباه نشه ببین اگه همون پورت رو بذارم بزنم بسازه ببینید خود اینترفیس خاموش میشه اینجا اصلا میگه آقا این پورت موجوده برو پورت رو عوض کن همین که بیم این پورت رو عوض کنیم میتونیم مجدد اینترفیس رو روشن بکنیم خب حالا ما اینجا موارد رو داریم اینجا میایم پرایوت کی رو میگیریم و میندازیم داخل سرور میکروتیک خودمون اپلای رو میزنیم پابلیک کی رو میره خودش میسازه پورت رو هم که وارد کردیم اوکی میکنیم میایم بریم به پیر اسم اینترفیس رو حواستون باشه هرچی دوست داشتید میتونید بذارید و میریم تو قسمت پیر یه اد میزنیم اینترفیس رو انتخاب میکنیم وایگارد یک اینجا هم حتما بچه این بالا ای اسم رو بذارید که اگر کامپیکاتون زیاده اشتباه نکنید خب باید یک سری موارد ما اینجا پابلیکی رو داریم پابلیکی رو میگیریم میاریم اینجا پیست میکنیم بچه ها, یک سری از دوستان من میرم اشتباه میکنم تو این قسمت پرایوت کی یا دست بهش نزنید یا این رو رو حالت نون بذارید خب میگه من بقید. چی میخوام وستشم آی پی پنل من من آی پی 172.17.7 هستش میگه پورت چیه میگم پورت چیه اینجا پورت برای ما اهمیت داره پورت رو اینجا اشتباه وارد کنید اتصال برقرار نمیشه حالا علاوه آدرس رو هم باید بزنیم چهار تا صفر استش صفر و اپلای میکنیم الان باید ارتباط ما با وایرگارد پنل سی آی مون تو ورژن جدید برقرار باشه یه چند لحظه صبر میکنیم تا ارتباطمون شکل بگیره اینجا باید ما آنلاین رو در نهایت ببینیم بهتون اون سری گفتم اگر دیدید که حالا ارتباطتون برقرار نمیشه و به همین صورت هست که تیکس و آر صفر هستش یه بار روتر خودتون رو ریبوت کنید یا حالا یه مقدار صبر کنید اتفاقی اصلا نمیافته در کل میبینید تو همین الان ارتباط ما برقرار شد هیچ دستی هم بهش نداریم الان اینجا این فلک هم برای ما به آنلاین تغییر خواهد کرد <تصفح> خب عذر میخوام این آموزش ارتباط سرور میکروتیک با پنل سی آی بود هر دو مدلش رو کار کردم اگر ورژن قدیمی دارید و نمیخواید به ورژن دیگه آپدیت کنید این کاملا من این رو درک میکنم خود من هم همینجوری هستم هم اون مدلش رو یاد دادم همین مدلش یاد دادم به درد بخور هست میتونید اون ورش یه کانال عضو میخوام کانال که چه کنم یه کانفیگ مثلا هیستری دو بذارید و منحدم کنید هستم برای خودتون اینترنت رو فقط این رو حواستون باشه بچه با من تو آموزش های بعدی باید به این بفردازم کانفیگ هایی مثل هیستری دو یه مقدار کانفیگ هایی که به لحاظ بار پردازش و رم خیلی مصرف بالایی داره پس سرورتون یه مقدار باید قوی باشه مثلا اگه با یک کور سی و یک گیگ بخوای این کارو بکنی احتمال داره که به مشکل هم بخورید امیدوارم که به دردتون بخوره و نهایت استفاده رو از این ویدیو ببرید اگر که مورد پسندتون واقع شد لطفاً کانال ما سابسکرایب کنید و جاهای دیگه هم انتشارش بدید نشر انحصاری این ویدیو من آخر ویدیو این رو عرض میکنم خدمتون که با کانال ما و علیرضا احمدی هستش چون جای دیگه این منتشر نشده و اولین انتشارش در کانال ما بوده امیدوارم که به درتون بخوره و استفاده کنید ازش تا درود دیگر بدرود